عید سعید فطر هم از صمیم قلب به تک تک شما عزیزا تبریک و تهنیت عرض می کنم. باز هم در یک از روزهای عید با برنامه مساعدت آمده ایم که لبخند بر لبان یک فامیل دیگر بنشانیم. او را میریم گاهی کار است، گاهی نیست، گاهی میشه، گاهی 50 روبه میشه، گاهی 40 روبه میشه. و مقصد نیست، بازم در بار خداوند شکر می کشیم که دمی وطن هستیم، دمی وطن خود هستیم. بچگیم چی خون داشت، دیگه سرطان خونی داشتی را هر قدر که چی کردیم واقعا خوب نشد، دیگه به رضای خدا رفت. ببخشید سر احساساتی شده. سلام به شما. به پیش دکتر بردم در شبخانه چیز مرکزی. پیش دکتر بردم، این دکتر سعی کرد گفت که نسخه نشته کرد که برو دوای از اینا رو بگیر. بنام خداوند یکتا و به همتا. سلام هموطنان عزیز، امیدوارم هر کجایی که هستین خوب و خوش و لبخند بر لب داشته باشین. باز هم خوش آمدین به افغان لایف. عید سعید فطر هم از صمیم قلب به تک تک شما عزیزا تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعا میکنم که طاعات و عبادات شما هم به درگاه خداوند قبول و مقبول درگاهش قرار گرفته باشه. باز هم در یک از روزهای عید با برنامه مساعدت آمده ایم که لبخند بر لبان یک فامیل دیگر بنشانیم. پس عزیزا مرا تا آخرین دقایق برنامه همراه و بینیده باشین. نخست از همه با رئیس فامیل این خانواده میخواییم صحبت ها را آغاز کنیم. سلام پدر جان، خوب هستین؟ علیکم سلام، خوب هستین؟ بخیر، شکر است. تشکر، زنده باشین. چی حال دارین؟ چطور گذشت رمضان؟ شکر از رمضان خوب است، فضل خداوند. یک ماه مقدس، یک ماه با فیض و پربرکت است. دیگه در این ماه مبارک رمضان دیگه اوقدر اقتصاد خوب نیست، اقتصاد ضعیف است. دیگه میریم در کار، میبراییم یک کراچی یک دایره داریم، او را میریم گاهی کار است، گاهی نیست، گاهی میشه، گاهی 50 روبه میشه، گاهی 40 روبه میشه. و مقصد نیست، بازم در بار خداوند شکر میکشیم که دمی وطن هستیم، دمی وطن خود هستیم. دیگه جنگ نیست، آرامی است، فضل خداوند. بازم الله را هزار بار شکر است. دیگه یعنی میرقم است، دیگه روزگار است، گاهی بالا گاهی پایین. مقصد نیست، روزگاری نیست که روزگار خوب باشد، روزگاری خراب است. یه گاهی گشنه و گاهی سیر، بازم خداوند کریم است. دیگه از هموطنهای خود میخواییم که کمک کنه برای مردم ما، برای افغانستان، که افغانستان بسیار مردم نادار، گرسنه، بسیار مردم دربدر، فقیر، پریشان داره، که هر کس برای این مردم یک کمک، یک دستشان رو بگیره، ایشان را که خداوند یک بر هزار برشان میته. چی در دنیا چی در دنیا باشه، خداوند برشان میته. دیگه خب پدر جان، ازی بگوین که در فامیل چند نفر هستیم؟ در فامیل ما 6 نفر هستیم. 6 نفر عقد بودیم، 8 نفر یک بچگیم چی خون داشت، دیگه سرطان خونی داشتی را هر قدر که چی کردیم واقعا خوب نشد، دیگه به رضای خدا رفت. دیگه شکر 4 تا اولادگای ما هست. دیگه اون کلانیش دختر است، مریم است، دومگیش خالد است، سیومگیش خلیل، چهارمگی بی بی اسما. دیگه میریم اینو میگه پرنمیزی و قطعی اینو میگه هستیم، میگم اینا که چی میکنه، جگرخونه میکنه، میگم صبر کنیم و چی موصله کنیم. خداوند پشت هر تاریکی یک روشنی رو میاره خداوند. دیگه اینو تو گفته شیشتیم دیگه، بازم خداوند از خداوند میخواییم، نماز میخوانیم، قرآن میخوانیم، خداوند وطن آرام داشته باشه، آرامی باشه. هر چیز پیدا میشه، خداوند بزرگ است، حال یک ذره نارام هم است، باز هم از خدا میخواییم که یک آرامی، یک صلح و یک خیر پیش بیاره. خب پدر جان، امروز روز عید هست، شما چه آمادگی گرفتین به عید یا هیچ آمادگی نگرفتین؟ عیدای گذشته چی میکردین؟ عید چی کردین؟ تا فعلا خب هیچ عید آمده دیگه تانوز چیز نیست در میدان، هیچ چیز هم نیست. عیدای گذشته میرفتیم شهر، کلچه، یک کشمش، نخود، میوه میگرفتیم. دیگه این سال تانوز هیچ چیز هم، هیچ چیز نامده، هیچ چیز نگرفتیم برای خود. نداریم، نه پول داریم، نه گرفتیم. دیگه یعنی سیاسر من در این روزا مریض و چربی خون و حساب دیگه روماتیزم و
چربی جگر داشته و میکروبی خون شده بود و دیگه روماتیزم ایرا رب شار روان کنند پیش دکتر. دکتر ایرا ماینه که 600 از پیسه ماینه آدش کرده. ماینه رو یالی آمدیم او رو پیسهش از امشیریم قرض کردیم. پیش از آمدیم اینجا پیش دکتر. دکتر میزنه نمیافه حساب امینی همی که امی نقصه ازیر نشته کرده که غیر امیزی دکتر دیگه خودش نمیفهمه. دیگه دکتر ها که اگذاره مراحت کنند. پس این نقصه روان کنیم اوجا میریم دینیم از آرفا پیسه دواش میشه. پیسه ازی نبود دواش بازم یک دسی روز موند بازی رو پس روان کنم از یک کسی خداوند خیر جی بیتا یک 1500 قرض کنم یک نصفی دوا خدا گرفت امالی یک ذره چی شد سری پاش یک ذره جگر خونی و به حساب از ناداری و نیستی یکی دیگه از حساب مریضی و به حساب از این حساب بیخید اصاب عدیس داده بود یکی از حساب بچه که به رضای خدا رفته بود. خب پدر جان به شما برمیگردیم ببینیم که مادر جان چه صحبت ها دارن. سلام مادر جان، خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ سلام به شما. کسی گه ببخشید سر احساساتی شده. سلام به شما. کسی گه با ما کمک میکنم همچنان سلام نای حالا تقدیم اونا میکنیم. هر کسی گه با ما کمک کنم خداوند از نصیبشان کنم، خداوند روزه و نمازشان قبول کنم به دربارش. من بسیار احساساتی میشم در باره علمی روز روز کار در باره این بچه هم به رضای خدا رفت. بسیار احساساتی میشم، بسیار ببخشید دیگه هیچ دیگه قابل تحمل نیست دیگه. من بسیار در باره علمی روز روز کار بسیار رنج میبرم، بسیار قدر جگرخونی میکنم، قدر اینا مرا زیاد برم میگه که جگرخونی نکنیم. بازم سن اولادا میبرم در میید مکالا نکردیم باش دکار اون موقع پیسه که بود به خود دوا گرفتم میتونم که من نسخه من بیادم از اونجا من نشان بتونم که. خب مادر جان خودتون دقیق چی تکلیف دارین؟ از چی رنج میبرین؟ من اید من فهمیدم هم که سر من رو میگرفت این مشقای مرا دیگه نمی سرم در میزد سرم زفتیات میامد دیگه باز رفتم پیش دکتر باش ما بریم خون کنم های نکنیم باز بانی درست یک ورق داد و رفتم خون های نکنیم این برای نکنیم این مانات خون های دوائی مست 11 سال پر نصف دوار هم بسیم بودم خرد کرد نصف دوار خب این تکلیف تان از چی وقت پیدا شده از وقتی که پسر تو عزیز داده؟ بله یا از این وقت ها به تشویش تشویش بینی و بس کنم من چه خبر که به خدا تکلیفم جدی هستم بازی گفت خیر برو دوا بخر من خودت سعدمند شوی دیگه سر مشتوکا باشی این رقم مشکلات ها زیر مشکلات های نفر خیلی زیاد است دیگه اینم دختره کنم ریز شموی پیدا کرد از تشویش طرف مکه میدید جگر خون میشم مادر مکه دیگه جگرخونی سنو حالات ما کدید میوه از این مویروی پیدا کرد بسیار دیگه چی رفتم بر پیش دکتر بردم در شفخانه چیز چنه مرتزی پیش دکتر بردم این دکتر سعی کرد گفت که نسخه نشته کرد که برو دوای از اینا رو بگی رفتم نسخه رو بردم در دوا خانه ای جمعی چی نبود که واقع پیسه نبود که دوا بگیرم برسی پس گفت مادر جان خیلی است من یکم چاره میکنم یک از این روغن های چی میگرم یک ذره چی آمدم یه از این قیچی کردم دم گریانم چی بسیار یک موی خوبش داشت میایش قیچی کردم بسیار چی گرخونی هم کرد دیگه این رقم مشکل ها زیگه و میتونیم که از خودش هم مصاحبه بیره مشکلات ها زیاد است دیگه در میهید هم نیمید گرفتیم نی کالا گرفتیم نیمی تفلا سون این تفلا میبینم بسیار رنگ میبرم دیگه یک بچه های که دیگه با مسته و کلام آدم گفت که بیارم یکم دیکچه رو بیار که برین بیتن بردام سلام خوب استی؟ ها درستین خوب استی؟ تشکر نام چیست؟ مقدس مقدس جان چی نام مقبول داری؟ مقدس جان عید تبریک زنده باشین شما مبارک تشکر زنده باشی مکتب میری یا کودکستان؟ مکتب صنف چند استی؟ اول تا بالا ایدی جمع کردی از کسی؟ نه چرا نمیتای یا نخواستی تا بالا؟ نخواستی نخواستی؟ چرا نمیخوایی؟ نمیخوایی کس نمیتای گشنگی است داری؟ نه
بیکاریست. خب دوستای عزیز میگه بیکاریست، به او خاطر ایدی نخواسته. خب از یگان تا که دیدی که پیسه داره از جیبش یا پیسهش دیدی، باز بخوای ازیش ایدی. درست است. خب سلام خواهر جان، خوب هستی؟ سلام علیکم، شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشی. اید خودت هم تبریک باشه. تشکر، زنده باشین. شما هم شون تبریک باشه. زنده باشی. خب نام چیست؟ نام مریم. مریم جان، مریم جان چند صنف چند هستی؟ صنف ده مکتب هستم. بخاطر از این تحولات صورت گرفت از مکتب هم دیگه ماندیم، دیگه صنف ده مکتب هستم. خودت خوب کلان شدی. خودت چطور؟ ایدی میخوایی از کسی یا کسی برات بدون خواستن ایدی میته؟ نه خیر، من از کسی ایدی نمیخوایم. خود ای چی که آمده خواهم خیش آدم از کس شادم ایدی میخوایم. خود نادری و چی از آدم قرار در کلمه تا نه یه زنم خاطر از شان ایدی نمیخوایم. اگر کس داد میته دیگانید که پلند پیش پیسه باشه، باز پیش میخوایم مثلا بر ما پینجار پین و قدر رو پیسه میته. باز اگر از بیگانه که دل آدم هم نمیشه که بخوایی دیگه خواستن هم از شان مشکل میباشه. خب در ایدای گذشته چطور؟ ایدی میخواستی وقت خورد بودی اندازه مقدس جان؟ آها، در ایدای گذشته خود اگر آدم کمک خورد که میباشه حتما نظر جرات میداشته باشه. از شان میخواستم دیگه، باز میدادن کم زیاد دیگه نمیخواید، نخواسته این دیگه. کلان هم شاییم دوستای عزیز، وقتی کلان شاییم باز شرم میشیم و در دل مامی میباشه که کسی میایند خانه خودشان بتن بدون گفتن. و از خدا مقسم میخواییم که همتون میمانا را خدا روان کنه که مقسم بدون گفتن ایدی یعنی مریم جان بدون گفتن ایدی بر ما بتن و چقدر دل ما خوش باشه. خب مریم جان، از آمادگی های اید خودت گرفتی نگرفتی؟ خیر، اید امسال بسیار اید خراب بود به خاطر از اینکه ما به خاطر لباس نگرفتیم. یکی دیگه در می پیش از اید برادر ما بیچاره فوت کرد، سرطان خون داشت. دیگه از مخاطر اید نیکالا گرفتیم، پیسه هم نبود. اونقدر پیسه هم که قرض با هم کردیم به مادرم کلش پیسه دوا شد. دیگه اونقدر پیسه نمون که دوا خودم به خود بگیرم. دیگه یک زیر دیگه هم پیسه که پدرم کار کرده بود یا برش خیر بینن بعض آدم ها داده بود، اونم هم پیسه کرای خانش دیگه مانده به خود نیکالا گرفته تانستیم، نیمیوید گرفته تانستیم. دیگه مقصد صبر خود به خدای پاک کداشتیم. خب مریم جان، یک پس میگه که هر چقدر کلان شده بریم، یعنی سال به سال که ما کلان میشیم، اما علاقه و شوق که باید داریم، مثلا آمادگی که باید میگیریم، اما کم میشه. اما قسم خودت هم فکر میکنی مثلا ما که خورترک بودم شو اید میشد یا درست پیش اید میشد دستای مخینه میکردم، زیاد آمادگی میداشتم، دیگه شوا خواه نمیبرد که صبح اید است. ولی هر چقدر کلان شده رفتم یعنی شوق اینا از بین رفت. از خودت هم تو هست؟ بله، از خودم هم قسم است. بخاطر که وقتی که آدم کلان میشه نزدیکایت که میشه جنجال هایت هم زیاد میشه. وقتی که خورد میباشه دیگه جنجال کم میباشه، یعنی فکر شوق آدم تمامش به طرف ایت میباشه که ایت میاید دیگه جنجال هم نیباشه، کارخانه هم نیباشه. وقتی که آدم کلان شده بره دیگه مصروفیت ها تمامش زیاد میشه، هم خاطر... مسئولیت زیاد میشه. مهمان باید مهمان نوازی کنیم. از اون خاطر دیگه آدم ایت ایده نیفامه. خب مادر جان، از گذشته قصه کنین، از ایدای گذشته. مثلا پدر جان گفت که در ایدای گذشته زیاد شوق و شور و هیجان به خاطر آمادگی اید بوده. چی تغییرات خودتون احساس میکنین نظر به ایدهای گذشته؟ ایدهای گذشته خوب بود، نظر میوه چیز میارد کالا میکردم داشت که دمید بسیار دیگه اید سرماست درخ شده. دوباره هم بچه کم کم رقم شد دیگه، دوباره روز روزگار کاربارم نیست. خب خیر است مادر جان، خدا مهربان است. انشاءالله که خداوند یک رحمت بالای مردم افغانستان کنه با برکت این روزهای مقدس اید و کمک که هموطنهای ما از کردن به شما بر امرشان کمک کنه. الهی آمین. شکر بسیار زیاد. 4650 افغانی از طرف نصیر خان از کانادا و 1350 افغانی از طرف عبدالله جان از ترکیه که مجموعاً 6000 افغانی میشه که من میخواهیم حساب کرده و به شما تقدیم کنم. 1000 2000 3000 4 5 و این هم 6. بفرمایید. امیدوارستم با این پول که همتان های ما فرستادن روزهای ایده به خیر و خوبی و پر از خوشی سپری کنید. حکومت کار بر ما خداوند از شما قبول کنه، روزه و نماز شما خداوند قبول کنه،
ایدشان باز هم تبریک میگم از همین قلب. میگم من بسیار احساساتی میشم در باره امی روز روزگار. خیلی میگه باز یادم میره. خب مادر جان، از درگاه خداوند هیچ وقت نباید نومید شویم و به امی امیدواری همتان های عزیز شما را بلای پاک و بنیاز میسپارم. امیدوار هستم روزهای اید را به خوبی و خوشی و با صفا و صمیمیت در کنار هموطن ها و دوستا و فامیلتان سپری کنید و به خاطر حمایت ما چینل ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستا و عزیزایتان شریک بسازید و همچنان در بخش مساعدت ما اگر میخواین همکاری داشته باشین در شماره های تماس که زیر صفحه تلویزیون و یا موبایل شما ظاهر میشه تماس گرفته و همکارای بخش مساعدت ما با شما همکاری میکنن. تا برنامه بعد و دیدار بعد که ما یا یکی از همکاران ما در خدمت شما قرار میگیریم، شما را بلای پاک و بی‌نیاز میسپارم. هر کجا هستین خوب و خوش و لبخند داشته باشین و عیدتان مبارک.